جلسه هشتم قصد داریم با موارد مهمی مثل ابزار تایملاین آشنا بشیم که می‌بینیم یه ابزار خیلی خوب برای ایجاد بنرهای متحرک هستش داخل فتوشاپ، ولی خب بنرهای خیلی ساده، قرار نیستش که ما اینجا مثلا بحث انیمیشن سازی رو وسط بکشیم. و کار با فایل های مدل خروجی یا مکاپ ها رو یاد بگیریم که به ما کمک میکنه وقتی که یه طرحی رو ایجاد کردیم، حالا قبل از اینکه مثلا شما یه بروشور طراحی کردین، قبل از اینکه نیاز باشه اون بروشور رو چاپ کنید، بیان و خب داخل همین فتوشاپ با یه سری از فایل ها خروجی اونو به اون کسی که حالا مثلا کارو میخواد بهتون سفارش بده نشون بدین که به چه حالتی انجام میشه. خب ما ابتدا از تایملاین شروع میکنیم. من برای اینکه بخوام یه بنر متحرک خیلی ساده درست کنم، ابتدا مثلا روی یه پیکسل یه اندازه بنر خیلی ساده بهش میدم، مثلا حدودا میدم 1200 × 500، یه عددی که حالا تقریبی RGB کالر انتخاب میکنم، رزولوشن هم 72 برام کافیه. و خب بنرم که ایجاد شد، حالا کاری که میکنم اول قفل لایه اول رو باز میکنم، یعنی میتونم این کار نکنم، اصلا نیازی نیستش، اما خب چیزی که مهمه الان باید توی منوی ویندو برین و این آخرین گزینه که تایملاین هستش رو فعال کنید. من یکم زومم رو این کارم کمتر میکنم، اوکی، این بیاد وسط راحت بتونم ببینمش. از اینجا بعد از اینکه تایملاین رو فعال کردم، گزینه کرییت فریم انیمیشن انتخاب کنم. حالا ما دو تا حالت داریم، یه حالتش به اصطلاح ویدیو تایملاین هستش که خب همینیه که میبینید، و یه حالتش به صورت فریم انیمیشن هستش. فریم انیمیشن یعنی فریم بای فریم، یعنی اینکه شما برای هر افکتی که میخواین ایجاد کنید یا برای اون فایل متحرکتون باید دونه به دونه فریم ها رو خب طراحی کنید، که تقریبا یه چیز تو مایه پاورپوینت میشه و ما فعلا باش کار نداریم. برای همین چیزی که ما میخواییم ویدیو تایملاین هستش، همونطور که از اسم ابزارم معلومه. و پس قرار شد ما فعلا با حالت تایملاینش بررسی کنیم و قسمت فریمش رو خب گفتیم با نرم‌افزاری مثل پاورپوینت هم ما میتونیم انجام بدیم، نیازی نیست که بیایم توی فتوشاپ و خب یک کمی کارمون رو سخت‌تر کنیم. خب خاصیتی که داره تایملاین اینه که برای هر کدوم از لایه‌ها یک توی تایملاین، همونطور که توی لایر یک به اصطلاح سطر جدید ایجاد میکرد، توی تایملاین هم یه سطر جدید برای هر کدوم از لایه ایجاد میکنه و یه سطری هم به اسم آیدیو ترک همیشه وجود داره که خب شما میتونید به وسیله اون آهنگ قرار بدین روی فایلتون اگه خواستین. مثلا الان برای لایه بک‌گراندی که اینجا بود و ما تبدیلش کردیم به یه لایه، همونطور که میبینید یه لایر صفری وجود داره توی تایملاین. حالا من میخوام یه متن خیلی ساده اینجا بنویسم، خب فونتمو بزرگتر میکنم که قشنگ متن به چشم بیاد، میذارم روی 200 مثلا و رنگش رو مشکی میکنم و حالتش رو هم بولد میکنم، مثلا مینویسم نانو سافت و تایید میکنم. خب حالا اینو حالا فعلا میارم وسط. حالا کاری که میخوام انجام بدم اینه که میخوام حرکت بکنه، یعنی از این گوشه برگم حرکت کنه و بیاد به این طرف. تو این قسمت نانو سافت کلیک میکنم روی تایملاینم، خب و وقتی که باز شد چهار تا آپشن برام میاره: تکست، رپ، استایل، اپاسیتی و ترانسفورم. حالا این هر کدوم چه کاری انجام میدن؟ ترانسفورم برای جابجایی متن استفاده میشه، اپاسیتی همونطور که از اسمش معلومه ما میتونیم بگیم که مثلا یه جا توی فلان فریم انقدر اپاسیتی داشته باشه، انقدر واضح باشه تصویر، توی قسمت دیگه اینقدر درصد واضح باشه. و بس استایل رو داریم که ما با دابل کلیک کردن میتونستیم منوی لیر استایل رو بیاریم و دقیقا همین میتونیم بگیم یه قسط توی یه فریم تا یه فریم یه استایل داشته باشه و از اون فریم به بعد یه استایل دیگه. و تکست رپ هم که دیدیم حالتایی که میتونستیم به متن بدیم، مثلا حالت کمان بهش بدیم و مواردی مثل. خب پس اول از ترانسفورم شروع میکنیم. من کاری که میکنم اینه که روی این ساعت کرونومتر کنارش کلیک میکنم، یه نقطه اینجا اضافه میکنم، یکم این حالت به اصطلاح فریم هم یکم بیشتر میکنم. ببینید این بالا میگه که خب مثلا تا اینجا حدود 30 فریم، معادل 1 ثانیه، تا اینجا مثلا 60 فریم 2 ثانیه، همینطور اینجا 10 فریم جلوتر از اینه 20 فریم و همینطور، یعنی توی هر ثانیه 30 فریم بر ثانیه رو نمایش میده که خب ما میتونیم روی این فریم ها کار کنیم.
حالا کاری که من میکنم که بعد از اینکه روی این قسمت ترانسفورم کلیک کردم، متنمو میارم این بیرون صفحه. بعد کاری که میکنم که میارم و این زبونه رو میارم این آخر فایلم، یه بار دیگه رو ترانسفورم کلیک میکنم و خب بذاریم این نانو سافتر رو با کنترل تی اینجا هر دوتا انتخاب شد، من فقط نانو سافتر رو میکنم با کنترل تی میارمش اینجا این دفعه. خب همینطور که میبینید اگه من بیام و اینو دوباره بیارم اول و از این قسمت پلی کنم، این نانو سافتی که من درست کردم به صورت متحرک شروع میکنه به حرکت داخل مثلا صفحه من. حالا کاری که اینجا مهمه که ما بدونیم در مورد این نقاط، این نقاط میگه که مثلا توی چه جاهای قرار بگیرن که ما میتونیم با دکمه دیلیت اگه خواستیم هر کدومش رو حذف کنیم. خب ببینید من این نانو سافت رو دوباره کنترل تی میزنم، میارمش یکم وسط تر توی صفحه اینجا مثلا. خب و خب بزنیم مثلا این فریم رو یکم کوچیک‌تر کنم تا این اتفاقات سریع‌تر بیفته. میارمش اول، یه ترانسفورم میذارم، میارمش وسط، یه ترانسفورم دیگه میذارم، این دفعه میارمش جلوتر و میرم آخر کار و یه ترانسفورم هم اینجا میذارم و نانو سافتم رو میارم اینجا. خب حالا دوباره پلی میکنم کارم رو. همونطور که میبینید توی این نقاط مثلا چون نقطه فاصلش بیشتره انگار مثلا داره سریعتر حرکت میکنه، بسی که داره چقدر متن رو جلو یا عقب کنیم. خب و اگر روی نقاط کلیک راست کنیم و هولد اینترپولوشن رو بزنیم، وقتی که این حالت فعال باشه، خب الان تفاوتی که میبینید اینه که ما قبلا وقتی که به اون نقاط میرسید حالت یه تیف مانند عمل میکرد و خب به اصطلاح اون نقاط رو بین اون نقاط حرکت میکرد. وقتی روی این حالت هولد میذاریم دقیقا تا وقتی که به اون نقطه نرسه اون حالت ترانسفورم یا تغییر مکان رو اعمال نمیکنه روی کار ما. همینطور در مورد استایل و بقیه هم همینطوری، یعنی ما بهش میگیم که تا وقتی به این نقطه نرسیدی تو طول فریم حرکت کن، ولی فقط وقتی به اون نقطه رسیدی اون تغییرات ما رو اعمال کن. ولی وقتی که به جای هولد بذاریم روی لاینر یا به صورت خطیش کنیم، وقتی که میبینیم به صورت وقتی داره حرکت میکنه اون حالت لاینر یا خطی بودن خودش رو داره. خب من حالا دوباره نقاط کلیک میکنم، دیلیت میکنم و خب متن نانو سافتم دوباره میارم این طرف اینجا، اینو هم میارم این اول، یه ترانسفورم میذارم، دکمه شیفت رو نگه میدارم، میارمش وسط، اینم میارم وسط تقریبا، یه بار دیگه ترانسفورم رو کلیک میکنم و میارمش اینجا، اینو هم میارم آخر و یه بار دیگه ترانسفورم میزنم، پلی میزنم تا مطمئن بشم که کارم دقیقا همونطوری که میخوام. خب پس اینجا ببینید اینجا توی این قسمت قرار داره، به وسط که میرسه این میاد آخر و اینجا خب توی ترانسفورمی که اینجا هستش هم حالا میتونیم مثلا اینو دیلیتش کنیم و اینو بیاریم آخر، خب که راحت این به اصطلاح حرکت کردن رو داشته باشیم. حالا اینجا فهم میخوایم استایل بهش بدیم. خب میخوایم مثلا وقتی که این اول هستش یه استایلی داشته باشه، اپاسیتی رو بزنیم یه نگاه بکنیم. خیلی راحت وقتی که توی یه نقطه اپاسیتی رو گذاشین کافی از منوی لایه ها بیاین و اون اپاسیتی که میخواین رو تغییر بدیم. مثلا من توی نقطه میخوام اپاسیتی 50 داشته باشه و به این نقطه که میرسه دوباره کلیک میکنم روی این نقطه زرد رنگم و اینجا میخوام اپاسیتی 100 رو دوباره بگیرم، پلی میکنم. این همینطوری که به اصطلاح اون حرکت رو داره این دفعه تغییر اپاسیتی رو هم توی کارمون مشاهده میکنیم. بحث استایل داریم که خب من مثلا میخوام توی این نقطه یک استایل خاص داشته باشه، میارمش اینجا، ولی خب باید دقت کنم که این چون اپاسیتیش هم کمه استایلش هم کمی به اصطلاح شاید کم اعمال بشه. من میخوام اینجا یک کالر اوورلی تقریبا مثلا آبی رنگ داشته باشه، ولی وقتی که به اینجا داره میرسه و از صفحه خارج میشه یک بار دیگه رو استایل کلیک میکنم، دابل کلیک میکنم و مثلا یک کالر اوورلی قرمز رنگ بهش میدم اینطوری. حالا دوباره پلی میکنم، ببینید هم تغییر ترانسفورمر رو داریم ما به اصطلاح، هم به صورت خطی تغییر رنگ رو داریم، هم به صورت خطی اون اپاسیتی داره اینجا تغییر میکنه که
دقت کردن توی اینکه نقاط کجا قرار میدیم و این تنظیمات هر کدوم از این افکت‌ها رو چجوری بهش اعمال میکنیم، بنرهای خودمون رو ایجاد کنیم برای مثلا بنرهایی که توی بنرهای تبلیغاتی که توی سایت هست و بقیه موارد. بحث بعدی که در موردش صحبت کردیم ما بحث فایل های مکاپ هستش. فایل های مکاپ چه مزیتی دارن؟ مثلا یه چنین لوگوی رو ما میخوایم ببینیم پیکسلش به چه شکلی در میاد. خب ما این لوگو رو که بهمون دادن میخوان بگن که اگه مثلا پیکسلش قراره بعدن درست بشه چه حالتی داره. خیلی راحت مثلا ببینید یه سری فایل فتوشاپ به اسم مکاپ وجود داره که خب همشون با تقریبا فرمت فتوشاپ هستن. من این پنجره تایملاین رو میبندم تا صفحه بزرگتر بشه راحت‌تر. چیز مهمی که در مورد مکاپ هستش اینه که شما باید از منوی لایه ها فایل دیزاینتون رو داخل اونا قرار بدیم. ببینید که مثلا اینجا نوشته دیزاین هر قرار داده و چه لوگوی هستش. من مثلا فایلمو میارم اینجا و خب این با حالت فعال کردن زنجیر توی به اصطلاح صفحه‌ای که دارم فیتش میکنم. خب اینطوری یه چنین حالتی. خب میذارمش اینجا دقیقا وسط صفحه و لایه پایینی رو قفلش رو باز میکنم و دیلیتش میکنم. خب حالا کافی دکمه کنترل اس رو بزنم. وقتی سیو بشه به اصطلاح این حالت میاد، این قابی که اینجا هستش رو میگیره. خب همینطور برای بقیه مواردی که مثلا وجود داره، مثلا برای این نمونه پوستری که خب اینجا داریم، قبلا مثلا طراحی پوستر با هم دیگه کار کردیم، من میام این لفت مکاپی که اینجا هستش رو روش دابل کلیک میکنم، این عکس باز میشه. ببین این عکسه که مثلا داخل این تابلو اینجا قرار گرفته و خب میام مثلا توی جلسه همین جلسه قبل که با هم دیگه طراحی پوستر رو نسبتا کار کردیم، میام این پوسترمو برمی‌دارم و میارم روی این فایل مکاپ، نه روی فایل که دابل کلیک کردم باز شد توی این یکی با فرمت PSP هم هستش اینجا. و خب این پوستری که اینجا هستش رو دقیقا فیت میکنم توی قابی که اینجا هستش، تایید میکنم. حالا میتونیم مثلا گزینه فلتن ایمیج رو بزنیم که یک لایه بشه و کنترل S رو بزنیم، اینطوری بهتر. و همونطوری که میبینید خب مثلا پوستر ما میاد این قابی که اینجا هستش رو میگیره و خب طرف وقتی که شما اون فرد مقابلی که براشون پوستر طراحی کردین، خیلی راحت قبل از اینکه پوستر رو چاپ کنه و مثلا به دیوار بزنه، میتونه خروجی کارش رو ببینه و مطمئن بشه اون فایلی که شما طراحی کردین به خوبی نمایش داده میشه وقتی که استفاده بشه. یا مثلا بحث این ماگ هایی که وجود داره و ما میخوایم مثلا سفارش بدیم یه سایتی برامون یه چیزی رو چاپ کنه، ببینید اینجا مثلا یه پوشه درست کرده به اسم Your Design. معمولا خیلی ساده میتونید تشخیص بدین که کدوم یکی از این لایه ها الان داره اعمال میشه به اصطلاح روی اون، خیلی راحت بخوام بگم روی به اصطلاح اون مکاپ ما و خب اون خروجی که داره نمایش داده میشه دقیقا کدوم یکی هستش. که مثلا اینجا با Your Design هستش. من مثلا لوگوی که توی جلسات قبل طراحی کردیم اینجا میارم روی لفت ماگش. خب اینو کنترل A میکنم، دیلیت میکنم، فکر کنم آره بزنین کلن این یکی لایه رو حذف کنم. چرا نمیذاره برای من که حذف کنم این لایه رو کلن حذف کنم. و خب این گرایده که خب بله این که گذاشته برای خط کشا هستش. فایل قبلی رو که وجود داشته حذف میکنم، مثلا یکی از این لوگوی آپاراتو میام و میبرم روی این فایل PSP که اینجا هستش و اندازش رو یکم بزرگتر میکنم. و خب چون بک‌گراند داره تبدیلش میکنم به لایه با ابزار اثر جادویی، دیلیت میکنم، دکمه کنترل S رو میزنم و خب یه چنین حالتی میبینم که مثلا چه جوری میشه. و خب یا مثلا برای این اینستاگرام میام روی اون رایت ماگ دابل کلیک میکنم، وقتی توی این تب جدید باز شد میام و این لوگو این اینستاگرام رو میگیرم و میبرم اینجا. و فقط یکم بعد این به اصطلاح با نسبتش فعال باشه و بزرگ و کوچیکیش رو دقت کنید، تبدیلش کنید به لایه و دیلیت رو بزنید و دکمه کنترل S رو بزنید تا این فایل PSP به اصطلاح ذخیره بشه و ما ببینیم این روی این ماگ چه شکلی میگیره لوگومون. که خب مثلا میتونیم همینجا این یکم کوچیکترش کنیم اگه نمیخوایم مثلا روی دسته اون لیوانمون بیفته، فقط با توجه کنیم که داخل وسط تصویر باشه و کنترل S رو بزنیم.
و خب مثلا میبینیم اگه بعدا این لوگو روی لیوان چاپ کنیم چه شکلی در میاد، که خب خیلی راحت میتونیم این فایل ها رو هم سیو کنیم و دقیقا به اون کسی که حالا طراح کار بهمون داده خروجی کار رو نشون بدیم تا مطمئن بشه که خب اون کارمون یه کار خوبی هستش. و موارد زیادی وجود داره، مثلا حتی برای بروشور هم چنین مکافهایی وجود داره که ما توی جلسات قبل که با هم دیگه بحث طراحی بروشور رو کار کردیم دیدیم که به صورت نمونه برای این مورد استفاده کردیم از مکاپا. برای اینکه به مکاپا دسترسی داشته باشین خیلی راحت میتونید تو اینترنت کلمه مکاپ رو سرچ کنید و خب سایت هایی که تو این زمینه هستن به صورت رایگان یا به صورت پولی مکاپا رو قرار میدن ازشون استفاده کنید.